دوم تواریخ فصل یک دعای سلیمان برای کسب حکمت سلیمان پسر داوود پادشاه بر تمام قلمرو اسرائیل مسلط شد زیرا خداوند خدایش با او بود و به او قدرت بخشیده بود او تمام فرماندهان سپاه مقامات مملکتی و سایر رهبران اسرائیل را احضار کرد تا همراه او به جبعون بروند در آنجا ایشان را به خیمه عبادت قدیمی که به وسیله موسا خدمتگذار خدا برپا شده بود برد. موسا این خیمه را هنگامی ساخت که بنی اسرائیل هنوز در بیابان سرگردان بودند. بعد داوود پادشاه خیمه دیگر در اورشلیم برپا نمود و صندوق عهد خداوند را از قریت یعاریم به آنجا انتقال داد. قربانگاه مفرقی که به سلائیل پسر اوری نوه هور ساخته بود هنوز جلوی خیمه عبادت قرار داشت. سلیمان و کسانی که دعوت شده بودند جلوی قربانگاه جمع شده خداوند را عبادت کردند و سلیمان برای خداوند هزار قربانی سوختنی تقدیم کرد. آن شب خدا به سلیمان ظاهر شد و به او فرمود هرچه میخواهی از من درخواست کن تا به تو بدهم. سلیمان عرض کرد ای خدا تو به پدرم داوود بسیار محبت نشان دادی و حالا هم تاج و تخت او را به من بخشیده ای و مرا پادشاه قومی ساخته ای که مثل قبار زمین بیشمارند. پس به وعده ای که به پدرم دادی وفا کن و به من حکمت و معرفت ببخش تا بتوانم این مردم را اداره کنم زیرا کیست که بتواند این قوم عظیم تو را اداره کند؟ خداوند فرمود حال که بزرگترین آرزوی تو این است و تو خواهان ثروت و افتخار و طول عمر نبودی و مرگ دشمنانت را از من نخواستی بلکه خواستی به تو حکمت و بصیرت ببخشم تا قوم مرا رهبری و اداره کنی پس من هم حکمت و بصیرتی را که درخواست نمودی به تو میدهم در ضمن چنان ثروت و افتخاری به تو میبخشم که هیچ پادشاهی تا به حال آن را نداشته و بعد از این نیز نخواهد داشت بنابراین سلیمان از خیمه عبادت بالای تپه جبعون به زیر آمد و به اورشلیم بازگشت تا بر قوم اسرائیل فرمان روایی کند. ثروت و شهرت سلیمان سلیمان 1400 عرابه و 12000 اسب داشت که برخی را در پای تخت و بقیه را در شهرهای دیگر نگه می داشت. در روزگار سلیمان نقره و طلا در اورشلیم مثل ریگ بیابان فراوان بود و الوارهای گران قیمت سر مانند چوب معمولی مصرف می شد. اسبای سلیمان را از مصر و قلیقیه می آوردند و تاجران سلیمان همه را یک جا به قیمتهای عمده می خریدند. قیمت یک عرابه مصری 600 مسقال نقره و قیمت یک اسب 150 مسقال نقره بود. آنها همچنین اسبهای اضافی را به پادشاهان هیتی و سوری می فروختند.